خب جادی هم و بیان یه مسئله دیگه ریورس حل کنیم از یو و دوباره ای پی که خیلی دلچسب نیست همه چیز ای اما در نهایت باعث شد من ای ریورس کردن تا یه حدی یاد بگیرم یا حداقل آشنا باشم با مبانیش سوال میگه که برای به دست آوردن فلگ باید سه تا کاراکتر وارد کنید هر باری که سه تا کاراکتر وارد میکنین مثلا ای بی بهتون نشون میده که فاصلتون تا نتیجه نهایی چقدره در صورتی که بتونین این فاصله رو به صفر برسونین اون چیزی که وارد کردین فلگتون هست چیزی که بعد به ما بدین UTCTF MD5 کیلیده مثل همیشه باید بتونید تو ویچوال ماشینی چیزی رانش کنین یا روی گوشی اضافیتون من رانش کردم یه نگاه بندازین برنامه AI ای ای آی اپ یه همچین اینترفیسی داره من میتونم بهش فلگ رو بنویسم که گفته فلگ در واقع سه تا کاراکتره AAA try به هم زد 69 b 7 b برام زد 27 آیا حروف بزرگ توش مفیده یعنی متفاوته آره من در واقعات انقدر عدد رمز سه کاراکتری بدم تا به صفر برسم خودشم گفته نامبر و لتر داره آه. خب دیدین چجوری کار میکنه منطقه من باید یه سه کاراکتری وارد کنم که اونجا توضیح داده که یا کاراکتر حروفه یا عدده و چک کردیم که کاراکتر بزرگ و کوچیکم با هم فرق میکنه و بتونم به فلگ برسم ولی چجوری باید این رو حل کنیم دوباره میگم تو کالیمون دلیلش همینه که APK تول فقط میخوایم هیچ چیز خاصی نمیخوایم جت ایکس هم میخوایم ولی در واقع میتونید تو هر دیگه رو نصب کنین یا حالا هر سیستم دیگه ای میرم توی دانلود و همونجوری گفتم در واقع اینها همیشه یه فایل زیپن APK ها ولی ما با APK تول که بازش میکنیم در واقع به من فایلای اسمالیش رو میده یعنی من در واقع اینجوری که بازش کنم یه دایرکتوری برای من درست میکنه که فایل های اسمالی توشن حتی گفته میشه که شما میتونید برین تو فایل های اسمالی تغییر بدین و دوباره ببندینش من موفق نشدم ولی احتمالش وجود داره من میزنم اوپن این این رو باز میکنه بذارین این یکی رو ببندم قدیمیه رو یه دانلود اینجا دارم برای اینکه آسون بشه کارمون ای درست شد خب من اینو دارم در واقع اینه مور کلوز در واقع کلوزر باید باشه فایل اصلیمون همیشه فایل اسمالیمونه نگاه میکنیم فایل اسمالیمون چیا داره احتمالا توی اورک باید باشه تنسور فلو می‌بینیم که داره من دیروز حلش کردم این هیجان هنوز مالیه که باحاله و در این حال دو روز قبل من حلش کردم یک و نیم روز قبل و در نتیجه هنوز باحال وقتی میبینینش و میبینیم که تنسور فلو رو یه لایت رو صدا میزنه اگر کمی تنسور فلو بلد باشیم میدونید که تنسور فلو این شکلی کار میکنه که شما به جز اینکه پکیج جاوا اینا رو نصب کردین یه مدل بهش میدین بر اساس ورودی بهتون یه خروجی میده و ما باید بتونیم این رو در واقع در بیاریم پس تقریبا میشه مطمئن بود که اون ABC که ما میزدیم میرفت برای یه مدل تنسور فلو تنسور فلو رو میداد یکی از اون سه کارکتریا جواب درسته بروت فورس کردنش رو گوشی باشی و معمولی حالا راحت نیست یا من گوشی کار نیستم ولی الان فهمیدیم که TS لایت رو استفاده میکنه توی کام چی داره؟ ریتورن آی اپ دو در واقع این اون چیزی که ران میشه و اسم اپمون هم بود بذارین اینا رو باز کنیم من میام توی جد ایکس گوی اینها رو همه رو باز میکنم ببینم چی میشه خب میگه یه برنامه داریم که این کارو میکنه وقتی که شروع میکنه صفحه رو درست میکنه یه چیزایی پیدا میکنه بعد میاد در صورتی که نتونست استک تریس پرینت میکنه می بینید که هیچ کار خاصی انجام نمیده مدل TensorFlow فلو لایت رو لود میکنه در واقع من فایل مدلم رو اینجا دیدم بعد میاد احتمالا دو این فرینس... آره ببینیم میاد یه چیزی در نظر میگیره اینجا یه دونه اینپوت ولیو ستایی در نظر میگیره اینجا از نوع فلوت این معمولا تو تنسورفلو مهمه الان بهتون نشون میدم و بعد میگه اون ورودی که داشت امپوت استرینگ کاراکتر اولیش رو بذارین تو اولیش دومیش رو بذارین تو دومی سومیش رو بذارین سومیش یعنی اگر زده بودین A بشه 64 ممیز صفر اگر زده بودین A A A بشه 64 64 64 و فلوت تو سنسور فلو این مهمه و بعدش میگه که آوتپوت من مساوی با نیو انستنس کلاس اینه و بعد خروجی رو نشون بده پس در واقع من یه فایلی دارم به اسم مدل تی فایل که کافیه من این رو بخونم و ورودی بهش بدم ببینم آیا خروجی های شبیه به اون چیزی که به دست آوردم میده یا نه در واقع من هیچ نیازی به ریورس انجینیرینگ به اون معنا ندارم فقط مهم اینه که بفهمم این اپ چی کار میکنه پس من میام بالا تو فایل های اسمالی نمیخوام ببینم چون اینا ریورس انجینیرینگ میکردم من تو استا میخوام ببینم ببین تو چیزای کناره برنامه دقیقا اون چیزی که من لازم دارم رو داره که در واقع مدل تی فایله من این رو کپی میکنم یه جای مثلا میام توی هومم کپیش میکنم همینجا مدل تی فایل رو اینجا دارم بذاریم بریم سراغش ببینیم چی میشه من یه چیزی باز میکنم مثل همیشه تیماکسم اکسم رو راحت میکنم. میکنم سفر رو نصف کنم و اینا شما راحت باشین خودم راحت باشم هم همم راحت باشن خودم میارم این پایین و اینجا برنامه‌ام رو می نویسم میرم تو دسکتاپ من قبلا تنسور فلو رو نصب کردم تو دسکتاپ فایل تنسور فلو نبود به سلامتی توی یوزر بود تو دسکتاپ نبود میام توی یوزر اسم یوزرم یوزر و اینجا در واقع من فایل مدلم رو دارم اگه بخوام ساده تر مثلا ما حل کنم میتونم اول فقط چک کنم که اصلا تنسورفلو فلو میتونم باش درست کار کنم یا نه من میزنم ایمپورت از تنسور لایت ران تایم اینو من دیروز سرچ کردم و بلدم در واقع اینقدر سر راسته میتونم تایپ کنم ای کسی اینجوری تایپ میکرد بدون اینکه یاد دو دقیقه پیشش نوشته یا دیروز نوشته خیلی حافظش خوبه یا اینکه خیلی خفنه در واقع خیلی خفن نمیدونم حافظش خوبه چون در واقع شما هیچ رفتی به برنامه نویسی نداره بخش حافظه من الان تنسور فلو رو آوردم تو اگر با تنسور فلو کار نکرده باشین یه فرصته که تنسور فلو ببینید نام پایم میخوام که کارم آسون کنم هرچند که تو تستم نمیخوام من فقط میخوام تست کنم که چه جوری میتونم کار کنم من اول یه اینترپرتر تنسور فلو درست میکنم میگم که تنسور فلو لایتی که اورده بودیم یه اینتر به من بده که مدل پتش مساوی اون فایل است چی بود اسمش مدل tf اف لایت در واقع من الان انتظار میرفت که یه دونه چیز درست کنم مدل الش رو نزدم ببین من الان یه دونه اینترپرتر تنسور فلو دارم در واقع من میتونم بهش ورودی بدم خروجی بدم با کارهای مختلف بکنم توی آی پایتون که هستین حتی میتونین اینجوری هم بزنیم این یعنی من اینجا تپ بزنم تمام چیزهایی که با من جواب خوب میدن و میبینم مثلا میگه که اینپوت دیتیلت باید چه شکلی باشه میگه اینپوت دیتیل هم اینجوریش میکنم که فعلا راحت تر ببینید میگه که ببینید اینپوت من برای تنسور فلوم یه اره ستایی از نوع اینت سی و دوه. فلوت نبود؟ میگه فلوته تو برنامه فلوتش نکرده بود؟ برحال این مهمه آره شیپ اینپوت هم آره اینه و ایندکسش هم صفره کوانتیزیشن پارامیترز هم اینه دی تایپ هم فلوت 32 فکر کنم اینه که مهمه چون تو برنامه خودش یادتون باشه فلوتش کرده بود حالا هم تام میکنیم ضرری نداره ایندکس منم ایندکس صفره که وقتی بهش اینپوت میدیم همین رو میتونم با آوتپوت هم, هم انجام بدم ببینین حتی بعد این رو تو متغیر احتمالم ولی فعلا نمیرسیم get آوتپوت دیتیل هم این شکلیه میگه آوتپوت دیتیل تو من تو ایندکس 15 بهت میدم و تایپش هم همون فلوت 32 و, و یه دونه عدده در واقع اگه من سه تا عدد فلوت بدی یا اینت بدی تست میکنیم من بهت یه دونه خروجی فلوت میدم که در واقع انتظار داره من بتونم صفر رو براش پیدا کنم اگه من بخوام این رو استفاده کنم باید به ترتیب برم اول یه دونه الوکیت تنسور کنم الان آماده است که از من مقدار بگیره تو مرحله دوم بدم که آی ست تنسور میکنم ستا ورودیم رو بهش میدم و میگم کجا میخوام بهت بدم میخوام توی ایندکس صفر بهت بدم چون میخوام بهش ورودی بدم و چند میخوام بهت بدم بذارین اول همین رو امتحان کنیم ببینیم میشه یا نه من میخوام در واقع 64 و 64 و 64, و 64 رو بهت بدم ارور داد گفتش که به ولیو اینت 64 به من دادی ولی من در واقع فلوت 32 میخواستم در واقع میبینین گفته به من اینت 64 دادی ولی فلوت 32 میخواستم در واقع من اون تنسور را اشتباه خونده بودم برای اینکه من بتونم اینا رو فلوت 32 کنم میتونم از نامپای استفاده کنم پس من در واقع این نامپای رو میخوام ایمپورت نامپای از امپی من اینو داشتم ولی من اینجا میتونم بگم که np float 32 بکنین عدد و برای من و اینم بگم np float 32 بکنین عدد و برای من اینم np float 32 بکن اگه تو پایتون فلوت میکردم احتمالا float 64 میشود تو سیستم هم 64 بیتیه دوباره کار نکنید ببین الان درست شد تنسور من در واقع ست شد حالا من باید صدا بزنم که به من جواب بده من میتونم بگم آی اینووکش کن الان من جواب تنسور فلومم گرفتم حالا فقط کافیه بخونمش یعنی من میتونم بگم آی get تنسور چی شد؟ دو تا گذاشتم آن گت خودش آورده بود یارو شد تنسور من میتونم اینجا بگم من چی رو میخوام یادتون باشه ایندکس 15 جواب من بود پس من میگم ایندکس 15 رو میخوام و من میگه جواب 64 دقیقا با اون چیزمون هم خونده بود اگه یادتون باشه که ورودی به 64 داده بودیم من همین کار رو میتونم دوباره انجام بدم یعنی بگم که مثلا حتی میتونم اینم یه خورده آسون تر بزنیم رو بنویسیم در واقع میبینید که من از تنسوره جواب گرفتم و مدل هم کار میکنه پس من میام توی برنامه من میگم ویم کرک uh, اسمش هم قشنگ میذاریم خب میگم چیکار کن؟ میگم مثل اون دفعه uh, TF Lite Run Time رو Interpreter اگه درست نوشته باشم از TF Lite ایمپورت کن ایمپورت کن نامپای رو هم از NP بعد میام اصلش رو را میدازم. میگم این مساویه با TF Lite Interpreter مدل حت من مساوی با چی بود مدل تی اف لایت الان فقط خوندمش بعد میگم اینا خواستم این هم خواستم اینپوت رو جدا بخونم معمولا تو تنسور فلو کار میکنین شما این رو جدا میخونین آوتپوت هم میریزین توی متغیر مستقیم استفاده میکنین یعنی از هفت صفر و پونزده رو استفاده نمیکنین ولی بذاریم بکنیم من میگم که حالا آی allocate تنسور کن برای من آی set تنسور کن برای من روی صفر یادتون باشه رو صفر رو میش دیتا می نوشتیم و چی رو واسه من میخوام بنویسی توش ام پی فلوت یه عددی رو که مثلا حالا در واقع میتونم بدم همون 64 مثلا آره خوبه MP ان float 32 64 و mp فلوت سی و عدد 64 در واقع A A A, A رو دارم چک میکنم A A A بزرگ رو و میگم این رو به من بده فقط اشکالش اینه که این فلوت هم رو 32 نکردم و بعد برو خط بعد من الان ست تنسورم هم, کردم بعد میگم این کن در واقع مسئله رو حل کن و ریزالت من مساویه با آی get تنسور آه. چند بود؟ پونزده و آره پونزده دیگه هیچی دیگه نمیخوام پرینت کن رز در واقع این مسئله رو حل میکنم ببینم این حل میشه یا نه پایتون اسمش چی بود؟ کرک نو ماجول تی اف لایت ران تایم اینتر پرتر آه این آیش بزرگ نیست اونجا که چیز میکنیم بزرگ نو ماجول تی اف لاین فلان تی اف لایت ران تایم اینتر پرتر آه فکر کنم پایتون دو شاید کار میکنه نه آه چرا دیگه الوکیت تنسورش کار نکرده رو آی مساویه با انترپریتر الوکیت تنسورز اونجا چون تب کاملش میکنه سری میزنیم ببینین 64 جواب داد فقط نکتهش اینه که اولا ریزالت من مساویه با این یه array جواب میده یعنی من در واقع جواب اصلیم اینه و در عین حال هم دقت کنین اعشاری جواب میدن که من چک میکردم که آیا این 64 جواب خوبی نمیگرفتم مثلا برام کرک کردم فهمیدم چی کار میکنه اون حروفی که بهش میدم چی میشه مدلش رو آوردم تو تنسورفلو رو لان کردم حالا فقط الان کافیه بروت فورسش کنم بروت فورس زور کور همه چی رو روش تست کنم ببینم چی میشه یعنی من این کاری که اینجا میکردم رو بگم این خطا رو یکی ببر جلو دو تا ببر جلو سه تا ببر جلو سه تا فور بذارم چون سه تا حرف دیگه میگم فور آ این رنج معمولا از یه چیزی مثل سی و سه شروع کنیم خوبه چون فکر کنم سی و سه سپیسه یا سی و سه الان علامت تجربه یه چیزی که اولین از از سی 2 شروع کنیم بریم ما میخوایم همه یه کاراکترها رو تست کنیم ببینیم چی میشه تا 128 که اون ته ته در واقع رنج اسکی کی استاندارده و بگم فور به این رنج CO2 تا 128 بالا هم نذاشتم و بگم 4C این رنج 32 تا 128 اینا منم چی میکنم من در واقع دارم یه لوپ درست میکنم که دفعه اول A A A 32 32 32 رو چک میکنه دفعه بعد 33 33 32 32 33 32 بذم بهشونش بدم در واقع کاری که من میکنم اینه من این عدد رو چک میکنم و بعد بعد از اینی که حل کردم به جای پرینت رز میتونم بگم پرینت کن سی اچ آره آ رو به علاوه سی اچ آره ب به علاوه سی اچ آره سه البته این خیلی شیفه زشتی بود ولی اشکال نداره به علاوه بعدش هم تازه به علاوه استی آره چی؟ result خیلی بیریخته ولی در واقع به مسئله رو حل کنیم دیگه الان که بزنم چی میشه؟ چی شد؟ هیستوری مو پاک کردم الان که بزنم این چی میشه؟ بریکش میکنم میگه مثلا علامت تعجب اسپیس علامت تعجب جواب شده 64 چرا جواب همه چی 64 ه آها برای اینکه اونجا ABC نکردم میبینین؟ اینجا در واقع میگم A رو اینجا میگم B رو چی شد؟ B رو اینجا هم میگم سی رو خب این دفعه بهتر شد حالا که رانش میکنم میبینیم مثلا میگه او و یک جوابش چارده در واقع من دارم همه رو یک یکی یکی میچرخم و اگه برم بالا میبینیم چی میشه دیگه در واقع میبینیم با او داره همه چی رو تست میکنه اول در واقع داره اومدم پایین مثلا او همه چی رو تست میکنه بعد اون آخری رو عوض میکنه و همینجوری میچرخه من حالا کافیه بهش بگم که بی خودی همه چی رو پرینت نکن ایف ریزالت کوچیکتر از ده بود این رو پرینت کن صرف نمیتونین چک کنین چون دیدین اشاریه ممکنه صفر دقیق نشه شاید هم بشه این ما اصلا مستر میرنیم فهمیداری چی کار میکنه در نشان بهش میگم که در صورتی که هر آی جدیدی رو که شروع کردی تست کردن اونو نشون بده الان در واقع هر آی که شروع میکنه رو تست میکنه چون من یه حدودی میبینم برنامه داره میره جلو یا نه برای 32 33 34 35 36 و همینجوری این برنامه میره جلو همه چی رو تست میکنه هر کدوم که جواب زیر 10 در اومد رو به من نشون میده و در واقع احتمالاً جواب اون خواهد بود بذاریم بره جلو ببینید یک کلمه چیز به دست آوردیم یه خوره زیادی به دست آوردیم چون نه بود بزنید اینو بکنیم زیر یک چون در واقع ما داریم دنبال صفر میگردیم دیگه در واقع باید باشه صرف ممیز یه چیزی در چون ما گفتیم اگه زیر یک بود نشون بده حالا زیر نه نشون نده ولی واقعا داشتیم نزدیک میشده یعنی اون سه تای ربطی دارن مثلا یه جور کار مثلثاتی یعنی یکی میتونه حتی این کرک رو نکنه و ببینه این اددا چه جوری و سعی کنه مدل به دست بیاره ولی ما چون بیشتر کرکر شدیم در واقع برنامه رو هک واقعی کردیم او. ببینین ام شد صرف و میز نو شد صرف من یه صفر در واقع این جواب ما N1Cه میگه جوابو چیکار چیکار کنین؟ میگه که فلاگ رو MD5 یو UTF کنین در واقع N1C رو من بعد MD5ش رو بگیرم بنویسم اونجا کاری که میتونم بکنم اینه که بگم MD5 اکو کن N1C خیلی ها این اشتباه رو میکنن و چی شد؟ MD5 رو من ندارم جواب این رو سابمیت میکنه در که این اشتباه چون که اکو یه دونه نیو لاین هم میذاره تهش باید بگین که انتر تهش نذاره و واقعا همین رو بگیره و در نتیجه جوابتون میشه این ما این رو بذاریم تو اون فرمت فلگ و سابمیت کنیم و جواب درست رو بهمون میگه آفرین دیدین چقدر بامزه بود نکته جالبش اینه که واقعا ممکنه که حتی حل کننده این مسئله چون برای این 500 امتیاز گذاشته ایدش ریورس کردنش نبوده ایدهش به این بوده که شما چند تا نمونه بگیرین بعد سعی کنین منطق دست بیارین و این جور چیزا شاید نمیدونم یعنی در واقع با مثلثات هم میتونین چون احتمالا به اون ستا رب دارن چون که در واقع ام یک خیلی نزدیک به ام 1 سیه و دیدیم یهو بر از حرف اول ما خیلی نزدیک شده بودیم در واقعا ممکنه نزدیک و دور بشین با این چیزایی به هر حال سوال با ای بود و جواب با تر و کلی هم چیز یاد گرفتیم خندون باشین جادی بودم و به همدیگه چیزایی که بلدین رو یاد بدین همین ریورس کردن ای پی کی به نظر خفن میاد در حالی که دیدین همینه دیگه یاد بدین خودتون برین جلوتر جادی بودم خندون باشین بازم